درباره مرحوم حسین کریم کفاش رحمت الله علیه. کفاشی داشت، اونم کفاشی نه که پینه دوزی میکرد، وصله میداد به کفش ها و نمیدونم دور گیوه ها نوار میدوختن. قدیم مثل حالا نبود که، توی خونه اجاره ای میشسته بازار. چه افرادی بودن، صبح تا شب شون کار میکرد در مغازش، حالا هرچی کسب میکرد، هرچی در میآورد، اول شب که میشد خمسش میزش کرد، مایحتاجش هرچی بود میخرید و میبرد خونه. بقیه شد تا همون شبونه بین فقرا و اونایی که میشناخت تقسیم. خونه مستأجر بوده، اجاره ای داشته. صاحب خونه بهش میگه که حسین کریم بلند شو از این خونه، تخلیهش کن، راضی نیست دیگه تو این خونه باشی. یالا امشب به ما مهلت میدی نصف شب نیام تو کوچه؟ باش. خب اون بنده خدا با اون اوضاع احوال مثل ماها نبود که اینقدر اساس مساس داشته باشه که یخچال فریزر ساید بای ساید نداشته بنده خدا، که مبل و بساط و نهارخوری و چیز و اینا نداشته، که چیزی که مجموعا مثلا به اندازه یه قالی میشده. صبح که میشه میبینن حسین کریم گوشه خیابون یه چادری زد چیز کرده که زن و بچهش محفوظ باشن، اساس مساسش هم ریخته گوشه خیابون. آقا صاحب از زمان صلوات الله علیه میان برای تفقد حسین کریم کرد. سلام عرض میکنه خدمت هم. حضرت میفرمان حسین کریم اجداد ما خیلی سختی کشیدن، باید تحمل کرد. حضرت تبسم میفرمان دو میگن انشالله کارت درست میشه. تفقد و میره از تجار تهران میاد و صدا میکنه حسین کریم سلام علیکم. آقا صاحب الزمان دیشب به خواب من اومدن، فرمودن حسین کریم یه همچین چیزی شده، مستأجر بوده، صاحب خونه گفته برو بیرون، الان گوشه خیابون اومده اونجا، برو خونه اش بخر و در اختیار اون بذار. خب به اون کمالات رسیده بود، به اون مقامات رسیده بود که به مقام حسن اولایک رفیقا رسیده بود. آقا باش رفیق شد، آقا باش سر میزن. چرا رفیق شده؟ چون این آقا با امام زمان رفیق شده. چجوری رفیق شده؟ بر اثر امنیت الله بر رسول، اطاعت کرده، هرچی اونا گفتن گفته چش، هوای نفسش زیر پا گذاشته، شهواتش زیر پا. یکی از جهاتی که در روایات روی اون انگوش گذاشته شده و تأکید هم شده، حتی در آیات قرآن به اون سفارش شده که اگر کسی این صفت را داشته باشد تشیعش کامل می شود، درجه محبتش بالاتر می رود، بحث انتظار امام زمان. من به خیلی از رفقای حسینی کربلایی اینا این که خودشونو برای امام حسین می کشن یه حرف گفتم، گفتم آقا شما در میدان اظهار علاقه به امام حسین واقعاً از من بهتر تو میدون میرید، خوب عمل میکنی، خوب خرج میکنی، خوب به سینه میزنی، خوب زنجیر میزنی، خوب دست را میاندازی، همه مدل عزاداری رو خوب انجام میدید، اما قبول کنید اونقدری که شما برای امام حسین سرمایه گذاری میکنید و کار میکنید و خرج میکنید و هزینه میکنید برای امام زمان نمیکنید، در حالی که امام زمان امام حی و حاضر و زنده شماست. امام زمان ذات قدیسی است که شما هرچه از خدا دریافت میکنید، چه از فیوزات مادی چه از فیوزات معنوی، از دست امام زمان میگیرید طبق مدارک معتبر. خب حق این آقا را چقدر ادا کرده اید؟ از او چقدر تبلیغ میکنید؟ بعضی از شماها مثلا شبکه ماهواره‌ای کذای عجیب و غریب دارید، چرا از امام زمان تبلیغ نمیکنید؟ چرا برای امام زمان کار نمیکنید؟ چرا هزینه نمیکنید؟ چرا اونقدی که وساطت میکنید پیش این و اون پول جمع میکنید که از امام حسین سلام الله علیه تبلیغ کنید، همون قد یا بیشتر پول جمع کنید، وقت صرف کنید؟ این مهر و محبت امام زمان را در دلها بیفکنید. و این وظیفه هر شیعه است، نه یک گروه خاص، نه کسی که عمامه رو سرشه. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر فردی از افراد مسلمین. خب معروف چیه؟ مثلا نماز. معروف چیه؟ روزه است. معروف چیه؟ حج. معروف چیه؟ حجابه. معروف چیه؟ چشم‌پوشی از حرامه. به معروف باید امر کنی دیگه. منکر چیه؟ دروغه، غیبته، زناست، دزدیه،
قتل، غارت، خیانت، نمامی، سخنچینی، از نوع نهی کنی. معروفی بالاتر از ولایت امام زمان سراغ داری؟ و منکری بالاتر از رها کردن امام زمان و تنها گذاشتن امام زمان سراغ داری؟ خود پیغمبر در صحرای غدیر فرمود مردم ان رأس الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، رأس و اساس و سر هر امر معروف و نهی عن المنکر اینه که گوش به حرف من کنید. توی صحرای غدیر دنبال علی بده، دنبال علی دم از علی بزنید، ولایت او را بپذیر، ولایت امامان بعد از او را قبول کنید، ولایت حجت ابن الحسن را قبول کنید. پیغمبر تو صحرای غدیر 40 بار نام علی را میبرد و سفارش به ولایت امیرالمؤمنین میکند و کمالات امیرالمؤمنین را بر اساس آیات قرآن بیان میکند. 35-6 بار هم با 35 عنوان و اسم و لقب از امام زمان یاد. خیلی عجیبه، یعنی اینقدر از امام حسن و امام حسین یاد نمیکند. چه حسابیه؟ هم امام اول را خیلی تاکید میکنه پیغمبر تو صحرای قدیم، هم امام آخر. این معناش اینه که ما باید دنبال امام زمان بدویم، از هیچی هم نترسیم، هیچی را ملاحظه نکنیم در راه تبلیغ امام زمان، در راه دفاع از امام زمان، در راه منتظر امام زمان بودن و زندگی کردن و استقامت کردن و هر انگی هم که بهت زدن قبول. ای به خیالت دار. بدان اگر تو خالص در این میدان حرکت کنی، اول مدافع تو خود حجت ابن الحسن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. در طول سال 2 شب ممتازه که این 2 شب ارتباطشون و اتصالشون به یکدیگر اشد از اتصال شعاع خورشید به قرص خورشید، چنین تنگاتنگ است. و آن یکی شب نیمه شعبان است و دیگری شب 23 ماه مبارک رمضان، لیلة القدر. بزرگان را نظر این است که شب نیمه شعبان یک نوع لیلة القدر است، ظهوری، یک شأنی، یک تجلی از لیالی قدر هست، به این معنا که در سلسله طولیه لیلة القدر قرار گرفت. به عبارت دیگه از عالم امر یک حقیقت واحده ممتده نوریه نازل میشه و شروع تنزلش هم از شب نیمه شعبان، خواب شب 23 که به اوج خودش میرسه و در اون اوج مستقر و مستحکم و مستقر قرار. ظرفیت معنوی این شب خیلی بالاست، به حدی که قابل وصف نیست و در روایات دارد که خدای متعال بر خود فرض کرده که دست رد به سینه هیچ سائلی نزنه و افاضه میکنن هر چیزی که بنده بخواد. فلذا از وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه دارد که حال پدر بزرگوار خودشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو این گونه گزارش دادن که در رابطه با شب نیمه حضرت کاظم سلام الله علیه چنین فرمودند. حضرت می‌فرماید که پدر من این گونه می‌فرمود، مکررن هم فرمودند، مکررن چنین فرمودند. کان یقول یعنی مکررن چنین فرمودند، نه یک بار نه دو بار، مکررن فرمودند که دعا در شب نیمه شعبان مستجاب است. فلذا عزیزان غفلت نکنند از احیاء این شب مقدس که در پیشه، به طوری که مرحوم سید ابن طاووس سید المراقبین علیه رحمت و رضوان می‌فرمایند که از علامت شقی همین بس که او توفیق پیدا نکنه به احیاء شب نیمه، و کسی که شب نیمه را احیا نمی‌کنه این علامت شقاوت او هستش. یکی از اعمال بسیار مهم و قابل تأکیدی که در این شب هست نماز جعفر طیار. بزرگواران غفلت نفرمایند، علی ابن فضال محضر امام رضا رسید، سوال کرد از دستور العمل شب نیمه شعبان. حضرت فرمودند امر واجبی، نماز واجبی نداره، اما علیه که به صلات جعفر، بر تو باد به صلات جعفر، نماز جعفر، اون هم با عظمتی که نماز جعفر داره، ظرفی است که مظروف آن تسبیحات اربعه است، با اون ضمانتی که خدا فرموده در این شب دست رد به سینه افراد نمیزنه، انشاءالله موفق بشید به خواندن این نماز ولو به صورت مختصرش. این اونهایی که اضطرار دارن، مشکلی دارن، حالا یا اضطرارشون اضطرار واقعیه یا اضطرارشون اضطرار عرضی هستش، میتوانن به این صورت بخونن که دستوری است که هم در کافی شریف هم در تحصیب شریف هم
بزرگان ما بنا به روایات والده مثل صاحب عروه اشاره کردند که صورت مختصر در مقام استرار برای فرد مستر اینه: دو تا دو رکعتی رو بخونه تمام، بعد تسبیحات اربعه رو 300 مرتبه بگه بلو به فاصله. به هر حال اونهایی هم که استرار دارن در شب نیمه، حالا به هر دلیلی و به هر وجهی، از فضیلت این نماز شریف که محبوب امام رضا هست و کراراً دیده شده که حضرت رضا خودشون هم میخوندن این نماز رو، غفلت نفرماین. اما افضل اعمال در این شب مقدس دارد که زیارت الحسین علیه السلام، زیارت امام حسین افضل اعماله، به طوری که در شب نیمه روح 124 هزار پیغمبر در کربلای معلا هستند و کسی که زائر امام حسین میشه، حالا اما قریبا و اما بعیدا، یا از راه دور یا از راه نزدیک، این 124 هزار پیغمبر با اون مصافحه میکنه و این مصافحه یعنی یک فیض خاصی به اون میرسه، مورد محبت انبیا قرار میگیره. تعابیر عجیبی در رابطه با زیارت امام حسین در شب نیمه شعبان داریم، هم در اقبال الاعمال سید هست، هم در کمال و کامل و زیارات مرحوم ابن قلوه قمی. مثلا داریم که زیارت در شب نیمه فرمودن که آثاری که در زیارت امام حسین در شب نیمه نهفته است به حدی است که عقول کمل از علما تاب و توان حمل آن را ندارند. اگر آنچرا که خدا به زائر امام حسین در شب نیمه شعبان عنایت کند را بگوییم و می گفتیم، سرها به بالای دار می رفت. یا در تعبیر دیگر داره که اگر مردم می دانستند چه فضائل و چه خبرهایی در این شب کنار قبر امام حسین هست، بیتوته می کردند یک سال را تا درک شب نیمه کنند. باز در روایت دیگری دارد که شب اول شعبان که می شود، منادی از بطنان عرش صدا می زند که یا وفدل حسین، ای کسانی که بار به کوی محبت حسین انداخته اید، مبادا زیارت شب نیمه شعبان را فراموش کنید. بر تقدیر شبیست که روح همه انبیا آنجاست. حالا این یک دلیل ظاهری داره، یک دلیل باطنی داره. دلیل ظاهری به خاطر این است که ولی دم ابا عبدالله به دنیا آمد. دلیل باطنی این است که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه مولود مقام نورانیت امام حسین علیه السلام است. اصلا میتونیم به یک تعبیر دیگه بگوییم که شب نیمه شعبان شب ظهور مقام نورانیت ابا عبدالله علیه السلام در ظرف و عالم ناسوته و به حکم متن زیارت وارده مخصوصه همین شب نیمه که با شهادت دادن به مقام نورانیت ابا عبدالله، زائر میتونه به یک مقامی برسه که محضر باهر و نور امام عز علیه السلام رو درک کنه و تقرب روحی به جوی نسبت به حضرت، چون اون حضرت مولود مقام نورانیت حضرت ابا عبدالله علیه السلام هسته. متن زیارت در شب نیمه شعبان این هست، زیارت ابا عبدالله علیه السلام، که این معنا ازش استفاده میشه که عرض کردیم: الحمدلله العلی العظیم و سلام علیک ایها العبد الصالح صالح الذکی، تا میرسد به اینجا که اشهد انک قتلت و لم تمت، شهادت میدم که حسین جان تو را کشتند ولی تو نمردی، تو را کشتند اما تو نمردی. این همون اشاره به مقام نورانیت. زنده در قبر دل ما بدن کشته توست. فؤاد کرمانی زیبا میفرماید: زنده در قبر دل ما بدن کشته توست، جان ما ای و تو را قبر حقیقت دل ماست. بل به رجاء حیاتک حیات قلوب شیعتک، خیلی تعبیر بلنده، و بلکه به امید زنده بودنت، چون تو زنده هستی، به امید اینکه مقام نورانیت تو هست، بل به رجاء حیاتک حیات قلوب شیعته، یعنی به امید حیات نورانی تو قلوب شیعیان تو زنده است. زنده دلی شیعیان قائم به حیات مقام نورانیت تو است یا ابا عبدالله. و به ضیاء نور کهتد طالبون الیک، و به پرتو نور تو طالبان به تو راه میابند از نور تو به درگاه تو. و به ضیاء نور کهتد طالبون الیک، طالبون از نور تو بهره ها میگیرند برای راه یافتن به وجود مقدس تو، مراتب عالیه تو. و اشهد انک نور الله الذی لم یدفع ولا یدفع ابدا، و انک وجه الله الذی لم یهلک ولا یهلک ابدا. این تعابیر تعابیر خیلی عجیبیه، و بعد از این مقام زائر میگوید: و اشهد ان هذه التربه تربتک و هذا الحرم حرمک
و هذا المصرع مصرع بدنک. این تعابیر خیلی تعابیر عجیبیه، یعنی من خارج از حرم ظاهری با تو آشنا هستم، من با مقام نورانیت وارد حرم میشم، با تو به زیارت تو میآیم، اول با تو آشنا، با مقام نورانیت تو آشنا هستم و بعد با تربتت و با حرمت آشناییت پیدا میکنم. به هر تقدیر در جای خودش ثابته که مقام امام زمان اونچنان بالاست که من عقید اذن لا یسامو، هر نارو فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابه. مقام ناز، مقام بزرگی و کبریایی حضرت حق. راه میانبرم امام حسین. شب نیمه شعبان از نماز جعفر طیار مدد بگیریم، از زیارت ابا عبدالله مدد بگیریم، اینها راه میانبر هست. نماز جعفر طیار اکسیر اعظم بلخص، انسان تطهیر میده، طهارت برای انسان حاصل میکنه، در روح انسان ناپاکی ها را از بین میبره. زیارت ابا عبدالله هم ما رو تزئین میکنه، میانبری هست، چون ایشون سفینه وجودیش اسرع است در سماع غیب، کمکی است برای اتصال روحی و معنوی و نوری با وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. ما این اتصال بزرگ رو باید از امام حسین بگیریم، چرا که امام حسین ذات حسینی محول الاحوال و محول الذوات، هم حال رو تغییر میده، هم افعال رو، و بلکه بالاتر ذوات در عالم اگر بخوان تغییر پیدا کنن، همه ذوات در همه عوالم وجود، اهم از غیب و شهود، ذاتیت همه زباد در کلیه عالم، همه در شعاع نوریه محوله ابا عبدالله حسین است، چرا که او قطبیت دارد بر تسخیر قلوب و امور. به هر تقدیر زیارت بسیار بلندی است و در خواندن هم قصد انشاء بفرمایید، به این معنا که یک امر جدی نفسانی که در خارج حکایت است، یک تحقق جدید و قویی دارد و سعی بفرمایید برای استفاده از شب نیمه شعبان و برکاتی که در این شب هست رعایت کنید. غروب اون رو استراحت بفرمایید، غروب روز 14 رو استراحتی بفرمایید و از فضای مجازی بالاخص دوری گزینید. تشتت میاره این فضای مجازی، فضای مجازی موجب دوری میشه، ولو فضای مجازی که به مثبت استفاده بشه برای آرامش ذهن که یک کانال باز و راحتی برای دریافت فیوزات باشه، فضای مجازی رو یک مقدار دوری بجویید. از لغویات در کلام، فضولات کلام، اضافه گویی ها انشاءالله پرهیز بفرمایید تا از برکات و از اون معنویت بالقوهی که در این شب هست این رو بتوانید به فعلیت برسونید و فعالش کنید در کانال وجود خودتون. در رابطه با صاحب این شب مقدس، همین بس که در دعای شریفی که شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب شریف مصباح در ظرف 1000 پیش ایشون نقل کرده، تعبیر عجیبی داره، ایشون مستحب میدونه این دعا رو، دعایی که در حکم زیارت یستحب و ان یدعا فیها به حال دعا، میفهمن مستحب است در این شب این دعا خوانده بشود. دعا دعای عجیبی است. اللهم بحق لیلتنا هذه و مولودها و حجتك و موعودها و موعود حلتی قرنت الى فضلها فضلا فتمت کلمتك صدقا و عدلا لا مبدل لكلماتك و لا معقب لآياتك نورك المتعلق و ضياءك المشرق و العلم النور في تخياع الدیجور القائب المستور جل مولده و کرم مهتده و الملائکتو شهدو و الله ناصرو. یک تعبیر بسه در عظمت مولود امشب که در این ظرفی که مورد قسمه، خود شب مورد قسمه، اللهم به حق لیلتنا، خدای به حق این ظرف و به حق این ظرفی که چنین ظرفیت بزرگی از معنویت داره که بدن و ظهور ناسوتی امام زمان، جسم مبارکشون در این شب ظهور پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه، در کسوت مینشیند و همین بس که میفهمه جل مولده، چقدر بزرگ و با جلالت از ولادتش. خب مستحضرید، ولادت غیر از مولوده دو چیزه، ولادت یک مولود غیر از خود اون مولوده. اگر ولادتش اینقدر بزرگ هستش، جل مولدو، مولود چقدر جلالت داره. اینجا ما یک کشف عینی میکنیم، از معلول پی به علت میبریم. بزرگی ولادتشون همین بس که شیخ طوسی در اعمالی روایت نقل میکند که در شب ولادت، در چنین شبی هر کس به دنیا بیاد،
هر مولودی به دنیا بیاید، او ولو به اینکه در اقصا نقاط باشه در دنیا، در اقصا نقاط از بلاد کفر و شرک باشه، مشرف به اسلام و مزین به ایمان میشه. به برکت این مولود هر کس در این شب در هر کجای دو عالم ولو در اقصا نقاط بلاد کفر و شرک باشه به دنیا بیاد، خلاصه مشرف به اسلام و مزین به ایمان. خب این ولادت و این جلالت ولادت خود حاکی بر مولوده. حالا مولود دیگه چه مقامی دارد؟ ما از خدا بخواهیم که به هر حال آیات انفسی این آقا را در وجود ما تجلی بده. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. امام زمان را دو آیاتی است، دو تا نشانه داره. آیات انفسی که همون ظهور قدر حضرت است که خیلی مهمه، و آیات آفاقی که ظهور شخص و فرد امامه. ظهور قدر بزرگواران اهم و اقوا از ظهور شخص و فرد است. اگر قدر اون بزرگواران رو میدانستند، احترام شخص و فرد میگذاشتند. این حقیقت رو در این شب مقدس از ذات باری تعالی بخواهیم، و امید به این که خلاصه نظری بفرمایند و از ما توسل و از آنها افاضه. به هر حال هر کس هر حاجتی داره در هر موضوعی باید در خانه سبب اعظم خدا را بزند و از درگاه او بخواهد آنچه که لایق اوست افاضه خواهد شد. برهم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا. بی شاهدی و شمعی هرگز مباد جمعی، بی لاله شور نبود مرغان خوشنوا را. بر دوست تکیه باید بر خیشتن نشاید، موسی صفت بیفکن از دست خود عصا را. بیگانه باش از خود و از خیشتن میندیش، جز آشنا نبیند دیدار آشنا را. عنوان نسخه غیب سر کتاب لاریب، عکس مقدس از عیب محبوب دلروا را. ناموس اعظم حق غیب مسون مطلق، کندر شهود اویند روحانیان هوا را. آینه تجلی معشوق عقل کلی، سرمایه تسلی و شاق بینوا را. اصل اصیل عالم فرع نبیل خاتم، فیض نخست اقدم سر عیان خدا را. در دست قدرت او لوح قدر زبون است، با کلک همت او وقعی مده قضا را. ای مصطفی شمائل و ای مرتضی فضائل و ای احسن الدلائل یاسین و طه و ها را. ای کعبه حقیقت و ای قبله طریقت، رکن یمین ایمان ای نصفا صفا را. ای رویت آیه نور و ای نور وادی طور، سر حجاب مستور از رویت آشکارا. ای هر دل از تو خرم پشت و پناه عالم، بنگر دوچار صد غم یک مشت بی نوا را. ای هدهد سواگوی طاووس کبریا را، بازا که کرده تاریک زاغ و زغن فضا را. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. بحق فاطمة الزهراء سلام الله عليها، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته ومن المستشهدين بين يديه، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، وأصلح كل فافد من أمور المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.